أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين وارز السلام و ادب احترام خدمت عزیزانی که مباحث را دنبال میکنند همان گونه که استهزار داره در مسئله چهارم از باب دوم که مباحث غیر مستقل عقلی رو دنبال میکنیم در بحث اجتماع امر نه مباحث مقدماتی مطرح شد و بیان شد که دقیقا محل نزاع در کجا هست و ما در این زمینه چی مسائلی را باید دنبال کنیم یکی از مباحثی که باقی مونده است این است که یک قیدی را بعضی از اصولیین اضافه کردن که بحث اجتماع امر و نه در امر واحد در جای درست است که ما یک قید مندوه را در مورد آن اضافه کنیم به این معنا که در صورت این اجتماع امر و درست است که شخص مکلف امکان این که امر را به صورت جداگانه در جایی و نهی را هم به صورت جداگانه در جای دیگر انجام بدهد بدون اینکه که هیچ گونه اجتماع صورت نگیرد ولی با وجود چنین امکانی حالا از باب سوء اختیار از باب این که به اصطلاح نخواسته است که این امر و نهی در جای خودشون بدون اینکه که اجتماع بینشون صورت بگیرد حالا با دلیلی که مکلف عمدن خواسته است که اجتماع بین مامورون به منهین هند درست کند به این شکل آمده این رو مطرح کرده است خب روی این مسئله مباحث مطرح هست که آیا این قید لازم هست یا لازم نیست که مرحوم مزفر می این قید لازم هست به دلیل این که اگر مکلف در شرایط قرار داشته باشد که غیر از اون مورد اجتماع امر و نه هیچ چاره دیگر برای انجام امر به صورت جداگانه و ترک نه به صورت جداگانه نداشته باشد در این صورت اجتماع امر و نه تحقق پیدا نخواهد کرد به دلیل اینکه در یک چنین شرایط ناچاری به صلاح مولا نمیتواند روی یک شی هم امر بکند هم نه بکند در این گونه موارد حتما بحث اجتماع امر و محقق نمی شود بلکه مباحثی مثل تزاهم و امثال اینها پیش می آید که در بحث تزاهم خب مباحث خاص خودش رو دارد که برخلاف اون چه که ما در بحث اجتماع امر و گفتیم که گفتیم دو تا مبنا میتونه وجود داشته باشد یک مبنا این است که وقتی امر و در یک مورد اجتماع پیدا کرد مکلف می تواند هم به امر عمل کند مته حساب شود و هم نه را مرتکب بشود در واقع معصیت کار حساب شود اما بنابر دیدگاه دیگر که اجتماع را درست نمی دانند خب مبنایشان این است که باید یا به امر فقط عمل شود یا امر ترک بشود به نه فقط عمل بشود خب به هر صورت در یک همچنین مورد اجتماع بس روی این است که آیا اجتماع جایز هست یا جایز نیست و اگر هر دو را مکلف انجام بدهد آسی و متی حساب می شود اما در موردی که مندوهی وجود نداشته باشد به این معنا که هیچ جایگزینی برای این اجتماع وجود نداشته باشد در این صورت قاعده باب تزاهم اونجا اعمال خواهد شد که در بحث تزاهم باید بحث کرد که در باب تزاهم بالاخره یا انسان از تخییر و انتخاب یک از اون دو به اصطلاح انتخاب میکند یکش را یا دنبال مرجح میگردد که باید مرجح هر کدام ترجیح داشت به اون عمل میکند که حکم باب اجتماع امر و نه با حکم باب تزاهم تفاوتهایی دارد که انشاءالله به اونها هم اشاره خواهیم کرد به هر صورت دیدگاه نهایی مرحوم مزفر این است که باید این قید مندوها در بحث اجتماع امر و نه وجود داشته باشد و اگر این قید وجود نداشته باشد این مسئله میره تحت باب تزاهم و به همین جهت هم مسئله بعد درباره همین تفاوت بین تعارض تزاهم و اجتماع امر هست که این سه مسئله به دلیل این که در یک مورد قابل جمع هستند یعنی وقتی ما دو تا دلیل داشته باشیم که یک دلیل عام داریم مثل مثلا اکرم العلماء یک دلیل خاص داشته باشه مثلا مثل لا تکرم الفساق و, و در بین این دو اگر یک وجه مشترک وجود داشته باشد در مثل مثلا عالم فاسق اینجا از راه های مختلف وقت نگاه می در این اهم و من وجه هم می شود از یک جهت اجتماع امرو نه را مطرح کرد به دلیل اینکه در این عالم فاسق مثلا از جهت عالم بودنش باید اکرام بشود از جهت فاسق بودنش نباید اکرام بشود خب این اجتماع امر و اینجا ممکنه تحقق پیدا بکند از جهت دیگر ممکنه اینجا باب تعارض پیش بیاید که باز هم در همین مورد بحث تعارض مطرح می شود و در همین وجه مشترک دوباره بحث تزاهم هم مطرح می شود و به دلیل این که اجتماع امر و نه و باب تعارض و باب تزاهم هر دو در اون وش مشترک اما خصمین وش پیش می آید لذا مرحوم مزفر تفاوت های بین این سه مسئله رو مطرح کرده است که باید از راه های مختلف این سه تا را از همدیگر جدا کرد که به صورت خلاصه ما وقتی بخوایم بیان بکنیم در بحث تعارض وقت دو تا دلیل وجود داره به اصطلاح یک دلیل میگوید که شما مثلا علما را اکرام بکنید دلیل دیگر میگوید که انسان های فاسق را شما اکرام نکنید هر کدام این دو تا دلیل مثلا خب موارد خاص خودش رو دارد و در یک مورد اگر اینا اجتماع میکنند در این صورت در بچه اشتراک مثلا وجوب اکرام میگوید که این شخص باید مثلا شخص عالم فاسق باید اکرام بشود و عدم اکرام را باید منع کند از اون طرف لا تکرم الفساق همین مورد را میگوید که نه این شخص باید اکرام نشود و وجوب اکرام را نفع میکند به سبب دلالت التزامی خودش حالا وقتی این دو تا دلیل در این مورد با همدیگر برخورد میکند همدیگر را تکذیب میکند مثلا وجوب اکرام میگوید که اکرام نباید عدم اکرام نباید باشد از اون طرف هم مثلا نهی اکرام هم میگوید که وجوب اکرام باید نباشد وقتی این دو تا با همدیگر تعارض می کند یعنی همدیگر را تکذیب می کند خب از این ناحیه ما میتوانیم که ادعا بکنیم که یکی از این دو دلیل باید حجیت داشته باشد و هر دو به صورت همزمان نمی تواند حجیت داشته باشد لذا بحث تعارض در یک همچنین جای پیش میآید که دو تا دلیل حجیت و دلیلی که حجیت داشته باشد امکان جمع ندارد از این جد دو تا حجت امکان جل وجود ندارد تعارض در یک همچنین موردی پیش می آید اما وقتی که تعارض در ناحیه جل و تشریع وجود نیاید بلکه از این مرحله هر دو دلیل بسیار به سلامتی عبور بکنند و هر دو هم حجیت داشته باشد وقتی در بحث امتصال نوبت می رسد در بحث امتصال نگاه میکنیم که هر دو امکان عملی شدن ندارد خب در یک همچنین مورد دوباره تفاوت بین اجتماع امر و نه و تفاوت باب تصاهم به وجود می آید که در باب امتصال وقت نگاه میکنیم که اگر این محل طلاقی امر و نه با وجود یک قید مندوه باشد یعنی جایگزین و گزینه بدیل هم وجود داشته باشد ولی مکلف او را نادیده گرفته باشد و بیاید فقط در همین محل برخورد به این عمل بکند این بحث اجتماع امر و نه پیش می آید و معیارهای خاص خودش را دارد که اما احکامی که گفتیم اینجا پیاده می شود اما اگر مندوهی وجود نداشته باشد یعنی محل طلاقی امر و نه به باشد که مکلف ناگزیر باشد فقط به همون مورد عمل بکند اینجا وقتی مندوهی وجود ندارد بحث تزاهم به وجود می آید این مطالب مفصل در این زمینه وجود دارد اما لبش همین است که ما وقتی می خواهیم بین این سه تا مسئله تفکیک قائل بشویم و اینا را از همدیگر جدا بکنیم در بحث تعاروز فقط در وقتی که دو تا دلیل می خواهد انشا بشود جل بشود اگر اونها در همون مرحله جل و انشا هم دیگر را تکذیب کردن و امکان جل دوتا را با هم ندادن خب این بحث تعارض است. اما اگر دو تا دلیل از مرحله جل عبور کردن به سلامتی و در مقام امتصال اینا با هم امکان تحقق نداشتن در اونجا نگاه میکنیم اگر قید مندوهه داشت اجتماع امر و هست و اگر امکان مندوهه نبود اونجا باب تزاهم اجرا خواهد شد این مباحث خلاصه عبارت های خیلی متعدد و متفاوتی دارد اما اصل بس همین است که انشالله اینها را با عبارت هایی که میخوانیم توضیح بیشتر خواهیم داد خب قید من را میفرماید که ذکرنا فی ما سبق ان بعضهم هم قید النزاع نزا هنا به انتکون که من فی مقام الامتثال ذکر کردن در ما هم گفتیم در گذشته که بعضی از اصولیین نزایی که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح هست اونها آمدن یک قید مندوه را در مقام امتصال بیان داشتند که اگر امر و نهی در مقام امتصال جایگزینی داشته باشد بدون این مورد اجتماع بلکه در موارد دیگری مثلا فسکو در همین بحث نماز خواندن در خانه غصبی خب حالا وقتی یک مکلف هست که هیچ چاره ای ندارد جز این که در خانه قصبی نماز بخواند خب مثل همون کسی است که زندانی هست و فقط در خانه قصبی زندان شده است و دیگر امکان بیرون رفتن از اونجا وجود ندارد خب او یک حکمی می دارد اما یک کسی دیگه یک آزاد هست می تواند نماز را در مسجد بخواند غصب را هم مثلا مرتکب نشود ولی عمدن اونا را رها کرده آمده در خانه قصبی میخواد نماز بخواند یک همچنین موردی میفرماید که باید قید مندوه قید مندوه در آنجا وجود داشته باشد و معنی المندوه یکون المکلف متمکن من امتثال الامر فی مورد آخر غیر مورد الاجتماع مندوحه هم این است که مکلف توانایی داشته باشد که این امر را در یک مورد دیگر غیر از مورد اجتماع هم بتواند امتثال بکند خب مثلا بتونه نماز را در مسجد بخواند قصبی هم مرتکب نشود اما نمی کند این کار را عمدن آمده در خانه غصبی نماز می خواند. خب این معنای مندوحه هست و نظر الى ذالک کل من قید موضوع النزاع به معزا کانل جمع بین العنوانین به سو اختیار مکلف با توجه به همین قید مندوحه هست یعنی داشتن یک گزینه بدیل و جایگزین هست که تمام کسانی که این قید رو مطرح کرده در موضوع نظام منظورشان این است که جمع بین دو تا عنوان به سبب بد اختیار کردن مکلف است مکلف خودش نخواسته است نماز را در جای غیر غصبی بخواند آمده در جای غصبی در اثر بد عمل کردن خودش به این کار خودش رو دوچار کرده است و این نما قید به ها موضع و اتفاق بین ات طرفین حالا که ما قید مندوهه را آوردیم که در بحث اجتماع امر و نه در این موضع نزاع حتما این قید وجود داشته باشد دلیلش این است که اتفاق بین دو طرف وجود دارد یعنی کسانی که قائل به اجتماع هستند و کسانی که قائل به عدم اجتماع امر نه هستند هر دو طرف میگویند که قائلن بر عدم جواز اجتماع در صورت عدم وجود مندوهه یعنی اگر کسی به اصطلاح امکان انتخاب یک گزینه دیگر غیر از مورد اجتماع نداشته باشد هم کسانی که جایز میدانن اجتماع امر و رو هم کسانی که جایز نمیدانن هر دو در این گونه موارد میگویند که امر و نهی هر دو نمیتواند بالفعل وظیفه مکلف رو تعیین بکند حتما یکیش باید فعلیت پیدا بکند لذا اونا هم بر اینکه که اجتماع دستورت در صورت عدم وجود مندوه جایز نیستند و ذالک فی ما ازن حصل امتصال الامر فی مورد الاجتماع لا به سو اختیار المکلف و ذالک یعنی این نبودن مندوه در جایی هست که امتصال هم در مورد اجتماع منحصر باشد خلاصه فقط همون یک مورد باشد که دیگر سوی اختیار مکلف هم در کار نباشد یعنی مکلف هیچ گونه انتخاب دیگری نداشته باشد فقط همون یک مورد را داره مثلا همون شخصی که زندانی هست در زندان غصبی مثلا خب فقط در جای غصبی باید نماز به جا بیاورد دیگه هیچ امکان دیگری که بیتونه در جای غیر غصبی نماز بخواند وجود نداشته باشد و سر رو واضحون اما چرا مثلا وقتی مندوهه وجود نداشته باشد مثلا این شخص نمیتونه اجتماع امر و نهر رو قبول بکند یا به اون قائل بشود میفرماید سرش واضح است فانه عند الانحصار به خاطر اینکه اگر وظیفه مکلف منحصرا در همون محل اجتماع بود مثلا در همون خانه غصبی بخواد نماز بخواند و راه دیگه ای نداشته باشد در یک همچنین مورد میفرماید تستحیل و فعلیت و تکلیفین خب ممکن نیست که هر دو امر و هم نه مثلا با هم فعلیت داشته باشد و این شخص مکلف هم وظیفه داشته باشد به امر عمل بکند هم به نه عمل بکند امکان ندارد لست حالت امتثال من به خاطر این که هر دو را بخواد با هم انجام بدهد از نظر امتثال این استحاله داره و محال هست لانه این فعل ما هو مأمور به به خاطر این که این شخص اگر بخواهد آن که مأمور به هست خب اونو بخواد انجام بدهد فقط اصلا نه هی. خب یه دیگرش ترک می شود نه مثلا ترک می شود و این ترکه و اگر اون مأمور به را ترک بکند خب در این صورت فقط جانب نهر را بگیرد فقط اصل امر میبینیم امر ترک میشود و اسیان میشود ف و تزاهم هین ازین بین الامر و نه خب در یک همچنین موردی که امکان امتصال هر دو با هم وجود ندارد تزاهم بین امر و نهی به وجود میاید خب بعد بحث تزاهم پیش میاید که حالا چکار باید بکند و این دیدیم که با وجودی که مثلا هیچ جایگزین دیگه برای این محل اجتماع وجود ندارد بحث از محل اجتماع امرون خارج میشه میره تحت باب تزاهم و ظاهر ان اعتبار قید المندوحه لازم لما ذکرناه ظاهرا اعتبار قید مندوحه هم لازم هست بخاطر خاطر اون چی که ما ذکر کردیم یعنی گفتیم که این قید مندوحه نباشد در واقع این بحث از اجتماع امر خارج میشه میره تحت عنوان باب تزاهم اذ لیسن و جهتی به خاطر اینکه نزاعی که ما در بحث اجتماع امر و داریم با عنوان یک نزاع جهتمند نیست که ما از یک جهت خاص این رو مورد بحث قرار بدیم کما ذهب اله صاحب الکفایه که صاحب کفایه آمده این بحث رو از نظر یک جهت خاصی بحث کرده است ای من جهت کفایت تعدد العنوان فی تعدد المعنون و عدمه هو که اشاره شد قبلا که شان آمده است گفته است که ما باید بحث اجتماع امر و نهی را ببریم تحت این عنوان که ببینیم آیا تعدد معنون با تعدد و عنوان جایز است یا نه اگر گفتیم جایز است خب اجتماع را هم جایز میدانیم اگر گفتیم جایز نیست اجتماع را هم جایز نمیدانیم که مرحوم مزفر فرمودن که نه این جهت حیث تعلیلی هست نه حیث تقییدی و لذاست که بحث اصلی روی خودی اجتماع امر و نهی است مون اگر آمدیم گفتیم بله اجتماع جایز هست علتش همین تعدد عنوان و معنون هست اما این که از اول ما بیایم بحث را روی خود این حیث تعدد معنون و عنوان ببریم این بحث دقیق نیست لذا که میفرماید وقتی این بحث جهتی نیست اون گونه صاحب کفای انجام داده است که شان آمده بحث را از جهت کفایت تعدد عنوان در تعدد معنون و, و عدم این تعدد عنوان در تعدد معنون از این جد بحث کرده است خب ما این را از اون درست نمیدانیم و این لم یجز اجتماع من جهت را خب حالا اشان آمده بود از این جهت بحث کرده بود هرچند چند میگو اجتماع از جهت دیگر هم مثل مثلا همون عدم تمکن ممکن جائز نباشد حتی لا نحتاج ها هذا القید تا اینکه ما بیاییم مثلا احتیاج به این قید را نفع بکنیم بگیم نیاز نیست ما فقط از همون جهت تعدد عنوان و عنوان این رو ادامه میدیم بحث میکنیم چه حالا این قید مندوه باشد یا نباشد ولی ما از این جهت ما بحث نمی کنیم بلی نزا که ما تقدم بلکه نزایی که اینجا وجود دارد همون گونه که گذشت خود نزاد نزا در جواز اجتماع و عدم اجتماع است من ایت جهه از هر جهتی باشد ما کار به جهتهای دیگرش نداریم خود اجتماع امر نه را فقط از این جهت محل بحث قرار میدیم خب ولیس جهتی هست که نزاد جهت درش مطرح نیست و علیه فما دامن نزا غیر و جواز الجواز فی صورت عدم بنا بنابر این که نزا رو ما گفتیم در خود جواز اجتماع عدم جواز اجتماع هست تا زمانی که نزا واقع نشده باشد در جواز در صورت عدم مندوها که وقتی ما مندوها نداشته باشیم و بحث از این جهت هم خلاص نزا در بحث جواز مطرح نشده باشد فهاز سور لا تدخلو فی محل نزا فی مسئلتنا خب اون بحث دیگه پیش خواهد آمد که اون بحث تزاهم پیش می آید و اون صورت دیگر در محل نزاع اجتماع امر و نه داخل نخواهد شد دیدیم که قید مندوه خیلی مهم است که اگر ما آمدیم جواز عدمش جواز مثلا اجتماع امر و نه را با قید مندوه در نظر گرفتیم می شود همین بحث اجتماع امر و و اگر با عدم قید مندوه این جواز را بحث کردیم این می رود در بحث تزاهم و دیگر اون مسئله از محل بحث اجتماع امر نه خارج خواهد شد فوجب اذن تقید عنوان المسئله به قید المندوحت کما سنع, سنع بعضهم. پس واجب شد در این صورت که ما عنوان این مسئله اجتماع امر نه را به قید مندوحه هم اضافه کنیم و این رو هم بیاوریم همان گونه که بعض از اصولی این کار رو انجام دادن که نه با قید مندوهه آمدن این رو بحث کردن حالا که یه اشاره کوتاه صورت گرفت مبنی بر این که اگر ما قید مندوها را در مقام امتصال در نظر نگیریم بحث از صورت اجتماع امر نه خارج میشه و میره تحت باب تزاهم بر همین اساس آمده است این بحث فرق بین دو تا باب تعارض و تزاهم رو با مسئله اجتماع اینا رو بیان داشته در واقع سه تا مسئله داریم مسئله اجتماع امر و محل بحث است و باب تعارض و باب تظاهم این سه تا را باید از همدیگر تفکیک کرد میفرماید از مسائل عویسه یک از مسائل خیلی دشوار و پیچیده مشکله جداسازی بین باب تعارض و باب تزاحم هست خب بین باب تعارض و تزاحم یک مشکل دقیق و پیچیده وجود دارد که تفکیک این دو یه مقداری برای هر کسی آسان نیست لذا به عنوان یک عویسه مشکل یاد میکند که دشوار و یک مقداری دقیق است. بعد از آنی که ما تعارض و تزاهم را از همدیگر تفکیک کردیم و جدا سازی کردیم ثم بینهما و بین مسئله الاجتماع حالا تعارض و تزاهم رو دوباره بیاریم با مسئله اجتماع امر و نه اینم جدا کنیم یعنی در واقع سه مسئله شبیه هم را باید وجه تمایز هر کدام را پیدا کنیم و لابد من بیان الفرق بینها خب باید که فرق بین این سه مسئله رو بیان کنیم لتنکشف جیدن حقیقتا نظاف مسئلتنا مسئلت الاجتماع تا این که به خوبی حقیقت اون نزایی که در این مسئله اجتماع امر و داریم این به خوبی روشن بشود که کاملا بدانیم تا کجاها مثلا بحث اجتماع امر و نهی هست و از اون به بعد که وقتی جدا شد کجا باب تاروز پیش می آید و کجا باب تزاهم پیش می آید فرمودن که یکی از مسائل عویس و دشوار مشکله تفرقه هست که جدا سازی بین تعارض و تزاهم است این وجه مشکل بودنش چی است میفرماید وجه مشکل بودن این جدایی این است که لا شبه فی ان من موارد تعارض بین دلیلین ما اذا بین دلیل الامر و نه امون و, و خصوص من وجه میفرماید بدون شبه یک از مواردی که بین دو تا دلیل تعارض به وجود می آید در جایی هست که بین دلیل امر و نه امون مخصوص من وجه باشد به این معنا که ما دو تا وجه افتراق داشته باشیم و یک وجه اشتراک داشته باشیم دو تا دلیل داریم وجه افتراق یکی در جای هست مثلا در همین بحث اکرم العلماء خب تعداد از علما میره تحت اکرم العلماء بعد میگیم ولا تکرم الفساق تعداد زیاد از فساق میره تحت همین لا تکرم الفساق خب میبینیم اینا وجه افتراق دارن آدمای فاسق هستن عالم نیستن عالم های هستن که فاسق نیستن هر کدام هم حکم خود رو دارن اما یک مورد هم ممکنه اینا با هم اشتراک داشته باشد که آن عالم فاسق هست حالا در اینجا بحث پیش می آید که بالاخره به کدام یکی از این دو حکم باید اینو عمل کرد خب پس عموم خصوص من وجه تاروز در یک همچنین موارد به وجود می آید و ذالک من اجل العموم من وجه بین متعلق الامر و نهی چرا تعارض در عالم فاسق به وجود می آید به دلیل این که در همین ماده اجتماع یا همون وجه اشتراک این دو حکم که متعلق امر و نهی هستند ای العموم من وجه یعنی در همون ماده اشتراک الضیق و بین عنوان المأمور به و عنوان المنهی ان که این وجه اشتراک هم عنوان مأمور به رویشون صدق میکند مثلا به خاطر عالم بودنش باید اکرام بشود و هم عنوان منهی عن رویش صدق میکند که به عنوان فاسق بودنش باید این رو اکرام نکرد خب بین ما حالا تا اینجا وقتی نگاه میکنیم این بعد چه تعارض اینجا به وجود میاد یعنی قشنگ مشخص میشه که در مورد عالم فاسق دو تا حکم با همدیگر تعارض میکند یکی میگوید اکرام بشود دیگری میگوید اکرام نشود این تعارض بود بین ما انت حالا از تعارض بگذاریم در تزاهم در مقام امتصال هم وقتی نگاه میکنه بین وجوب و حرمت من مواردهی ایزن الاموم من وجه بین الامر و نه من ها الجد در مورد تزاهم هم, هم این گونه است مثلا ما وقتی نگاه میکنیم در همین بحث اکرام خب یک مدت تعداد از علما رو اکرام میکنیم بدون که هیچ مشکلی پیش بیاید تعداد از فساق را مثلا ما اکرام نمی کنیم بازم هیچ مشکلی پیش نمی آید اما وقتی میبینیم در یک مورد خاصی میخوایم حالا اینجا عالم فاسق رو بخوایم عمل بکنیم نمیدانیم که اینجا باید اکرام کنیم یا مثلا عدم اکرام بازم نگاه میکنیم که همین وجه اشتراک بعد در بحث تزاهم هم خودش رو نشان میداد خب مثلا مثل همون نماز در دار غصبی خب در صورت که ما مندوهای هم نداشته باشیم یه جایگزین هم نداریم بالاخره شخص زندانی در جای غصبی میخواد نمازش به جا بیاورد چاره ندارد جز اینکه اینجا باید نماز رو بخواند حالا نگاه میکند که بالاخره من باید به این وجوب نماز عمل بکنم یا به اون حرمت غصب عمل بکنم کدومش رو باید نگاه بکنم خب اینجا وقتی نگاه میکنیم بازم بحث تزاهم در همین مسئله پیش میاد و کذاله که مسئله موردها اجتماع مورد منحصر فی ما بین عنوان علم امورون بیول عن ان عموم من وجه خب به ماده اجتماع هم که نگاه میکنیم ماده اجتماع امر و نه هم دوباره نگاه میکنیم بازم در همین عموم خصوص من خودش رو نشان میدهد لذا فیتزه انه انه مورد واحد پس روشن میشود که هر سه مسئله هم تزاهم هم, هم تاروز تا هم اجتماع امر و نه هر سه در همین ماده اجتماع و مخصوص من خودش رو نشان میدهد و هو مورد العموم من بین متعلق الامر و نه یسح و یکون موردن لتاروز خب همین ماده اشتراک یا وجه اجتماع کاملا هم میتونه مورد تاروز باشد باب تزاهم هم باشد و مسئله اجتماع هم باشد وقتی این سه تا در این جهت اشتراک داره با هم دیگر فمل ما از و حالا سوال اصلی که مطرح می شود این است که پس وجه تمایز این سه از هم دیگر در کجا هست و اون فرقی که بین این سه می شود پیدا کرد در کجا باید پیدا کرد در پاسخ به این سوال حالا توضیحات لازم هست که را بیان میکند میفرماید فنقول ان العموم من وجه حالا میرم روی همون عموم من وجه یعنی همون وجه اجتماعی که بالاخره ماده اشتراک هست میگه این عموم من وجه این نما و بین متعلق الامر و نه خب این وجه اجتماع در جای به قابل فرض هست که هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی باشد فیما اذا کان العنوانان در جایی که بالاخره هم متعلق امر یک عنوان هست متعلق نحیم عنوان دیگر است و هر کدام هم دارای مساده خاص خودشون هستند مثلا همین علما با فساق وقت نگاه میکنیم عنوان علما مساده خاص خود را دارد عنوان فساق هم مساده خاص خودش را دارد منتها یلتقیان فی فعل واحد اما همین دو در یک کار هم ممکنه با هم ملاقات و برخورد پیدا بکنن سوا اون کان العنوان بالنسبه نسبه الى الفعل من قبیل العنوان و معنوانه چی این که این عنوانی که بالاخره متعلق امر نه بود نسبت به اون فعلی که ما میخوایم عمل بکنیم از قبیل عنوان و معنوان باشد خب همون که مثلا عنوان آینه برای افراد خودش قرار میگیرد فانی میشود در افراد خودش یا از قبیل کلی و فرد باشد فرق نمی کند، بالاخره هر کدام باشد این عنوان چه به عنوان عنوان معنون و افراد خودش را نشان بدهد و به عنوان کلی بخواد افراد خودش را نشان بدهد و هاذا بدیهیون حالا وقتی این دو تا عنوان ها که هر کدام در جای خودشون افراد مستقل خودشون را داشتن اما در یک مورد خاص وقتی اینو آمدن به هم برخورد کردن این محل تلاقی است یا همون وجه اجتماع است ولاکن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهت الان الا حالا که آمدیم این عنوانی که اخ شده است در متعلق خطاب از نظر عمومیتش که این عنوان یا این کلی چگونه افراد خودش رو در بر میگیرد و چگونه آینه می شود برای افراد خودش این رو نگاه میکنیم میبینیم که این عنوان یا به صورت به اصطلاح همون عام استقراقی افراد خودش را پوشش میدهد یا به صورت عام بدلی افراد خودش را پوشش میدهد عام مجموعی هم داریم ولی خب در این بحث ما دخالت ندارد لذاست که میفرماید اگر ما آمدیم این عنوانی که بچه جامعه هست به اصطلاح این عنوان رو آمدیم به عنوان یک کلی استقراقی در نظر گرفتیم که ظاهرش یک عنوان هست اما به تعداد افراد خودش این تقسیم میشه احکام جداگانه برای هر فرد خودش پیدا میکنه مثلا در همین اکریم العلماء وقتی نگاه میکنیم ظاهرش یک اکریم داره اما به تعداد افراد عالم عام تبدیل میشه به احکام مختلف هر عالم دوباره حکم خودش رو پیدا میکنه میگه اکریم العلماء این اکرم زیدن اکرم امرن خلاصه هر عالمی که شما پیدا بکنید یک اکرم و حکم اکرام را به خودش دارد این میشه آمی استقراقی اما آمی بدلی این بود که مثلا این حکم میرفت روی اون طبیعتی افراد خودش نه روی فرد فرد به صورت خاص کل طبیعت رو تحت پوشش قرار میداد مثلا در همون مثل اعتق رقبه وقتی میگفتیم که این رقبه مثلا یا اون عدق وقتی میرفت روی رقبه طبیعت عدق رقبه را بیان میکرد که مثلا اگر یک فردم مثلا محقق بشود کافی هست که ما این حکم را امتصال شده در نظر بگیریم در نه هم همین گونه بود که اگر یک فرد از افراد نه در کل عمر محقق بشود یعنی نه امتصال نشده است بنابراین این عام استقراقی و بدلی را اگر ما در نظر گرفتیم کاملا محل تعارض را میتونیم پیدا بکنیم و به همین جهت هم میفرماید که این عنوانی که اخ شده در مطلع خطاب اگر آمدیم به صورت ملحو بر دو قسم هست یعنی هم به صورت استقراقی میتونیم در نظر بگیریم هم به صورت بدلی اولش را به صورت استقراقی به این شکل بیان میکند که ایکون ملحوظا فی الخطاب فانیا فی مصادیق این عنوانی که در خطاب به کار رفته مثلا همین اکرم العلماء را شما در نظر بگیرید یک مرتبه است که فانی هست این عنوان در مصادیق خودش علاوه بر سعود جمیع الافراد به گونه ای که به تعداد افراد خودش این عنوان میرد تحت به اصطلاح همه افراد خودش شامل می شود به مال ها من الکثرات و المميزات با همه تکاثر با همه افزایش که دارد با همه ویژگی های که هر فرد ممکنه داشته باشد فیکون شاملا فی ساعته لموضع الالتقا مل عنوان المحکوم بالحکم الاخر خب در این صورت وقتی روی تک تک افراد رفت خب شامل می شود در همین سعه و گستردگی خودش کجا رو شامل می شود اون موضع التقا با عنوان محکوم به حکم دیگر را خب مثلا اکریم آمد این عالم رو شامل شد عالم فاسق رو هم شامل شد خب این عالم فاسق از یک جهت تحت پوشش اکریم هست از یک جهت دیگر محکوم به حکم دیگر است که اون حکم دیگر کدام لا توکرم هست که اونم وجود دارد فیعود دو فی حکم المتعرض لحکم خصوص موضع الالتقا خب در این صورت وقتی ما نگاه میکنیم این مورد اجتماع در حکم اون جایی هست که هم به اصطلاح به صورت خصوصی آمده تحت این عنوان که حکم اکرام را دارد هم تحت اون عنوان دیگر را دارد مثلا ما وقتی نگاه میکنیم به این عالم فاسق وقتی دقت میکنیم گویا این گونه حکم روی این فرد آمده است که میگیم عالم فاسق را اکرام کن به دلیل این که تحت عنوان اکرم العلماء داخل است دوباره همین عالم را نباید اکرام کنیم به خاطر اینکه تحت عنوان لا الفساق داخل است خب نگاه میکنیم که این یک فردی که وجه جامعه هست یا مثلا همون قدر مشترک هست تحت دو تا حکم کاملا متعارض قرار میگیرد ولو من جهت کون موضع الالتقا متوقع الحدوث ولو این که این به اصطلاح حکمی که در خصوص این فرد رفته است از جهت همون برخورد باشد که بالاخره امکان دارد که این عالم هم فاسق باشد تحت مثلا لا برود هم تحت همین اکرام برود علاوه چن یکون من شأنه ایونب به علیه المتکلم فی خطابه حالا درست است مثلا ما یک همچه عالم هم ممکنه نداشته باشیم اما باید بگونه این رو متکلم در خطاب خودش به اصطلاح لحاظ بکند که اگر بر فرض یک همچنین موردی هم پیش آمد باید بدانی که این دو تا حکم هر دو روی این فرد قرار میگیرد. گیرد فیکون اخص العنوان علاوه شنیس و جمیل افراد به مال من الکثرات و الممیزات لحاظ الغرض من التنبیه و نحوه پس اخص عنوان به گونه در نظر گرفته شد که تمام افراد را با همه ویژگی ها و خصوصیاتی که داشت نامش عنوانش مثلا این کس کجا هست و چی در کدام تاریخ اینا متولد شدن همه این کسرات و میزات را باید داشته باشد تا این قرض که از تنبیه و آگاه کردن متکلم برای مخاطب باشه اینا همه در اینجا وجود داشته باشد ولا نزایق و که انتو مثل هاز الاموم العموم که ما بعضم خب خلاصه این حرف این است که شما این عنوان را به صورت عام استقراقی در نظر بگیر خلاصش همینه وقتی ما این عام رو به صورت عام استغراقی در نظر گرفتیم که این عنوانی که در کلام متکلم آمده متوجه مخاطب هست تک تک افراد خودش رو شامل می شود این شکل در نظر گرفتیم و المقصود ان العنوان ازا و خذف الخطاب علاوه شنی از جمیل افراد حالا منظور این است که وقتی این عنوانی به این شکل در نظر گرفته شد که به صورت عام استغراقی که یک مورد حکم وقتی می آید به تک تک افراد خودش تقسیم میشه و همه را در بر می گیرد به مال همین من الکثرات و الممیزات با همه این کسرت هایی که دارد و ویژگی های خاصی که دارد خب وقتی این گونه شد یکون فی حکم المتعرض لحکم کل فرد من افراده این یک مورد حکمی که ما اکرم العلماء داریم گویا مثل این است که شما به تعداد علما این حکم اکرم را روی تک تک این افراد علما باید داشته باشد خب وقتی ما به تعدادی کل افراد این حکم را داشته باشیم فیکون و نافین به دلالت الالتزامی لحکم لکل حکم منافن خب حالا وقتی ما در این اکرم العلماء آمدیم تک تک از این علما رو بردیم روی این مثلا تحت اون حکم اکرام خب حالا روی هر فرد وقتی نگاه میکنیم میگیم این چه حکمی دارد میگه وجوب اکرام حالا اگر در یک مورد آمدیم که این عالم فاسق هم بود و فاسق هم فرض بر این است که این هم تحت همون لا الفساق به همین شکل رفته یعنی لا الفساق هم روی تک تک افراد فاسق رفته که ولی یک فردش مثلا عالم باشد خب اینجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این دو تا حکم این یکی میگوید این وجوب اکرام باید داشته باشد نه مثلا عدم اکرام اون دیگری میگوید که نه عدم اکرام باید داشته باشد نه وجوب اکرام خب این به این شکل, مطرح شد که بنابر این خلاصه این بحث این می شود که اون عنوانی که در کلام متکلم هست اگر ما آمدیم به صورت عام استقراقی در نظر گرفتیم در محل اجتماع دو تا حکم کاملا همدیگر را نفع می کند خب این رو تا اینجا ما مد نظر قرار می دهیم که در واقع از همین عام استقراقی گرفتن باب تاروز خودش رو نشان خواهد داد منتها اون قسم دومش که ما به صورت عام بدلی باید در نظر بگیریم دیگه فرصت نیست که به اون هم بپردازیم ان در جلسه دیگر وقت اونها رو هم توضیح دادیم در مجموع تفاوت های بین تعارض تزاحم و بحث اجتماع امر نه خودش رو نشان خواهد داد تا اون زمان شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته love